بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، برنامه امروز رو با هم شروع میکنیم و اگر دوستانی هم هستند اینجا لطف کنند برنامه ها رو با دوستان خود شیر کنند، در میون بذارن، به اشتراک بذارن، خب ما دیگه ممنون میشیم و میشه نور علی نور. امروز تماس گرفتم با آقای لادن که ببینم اگه ایشون هستن در خدمتشون باشم و مثل همیشه از نوشته های ایشون، از دانش ایشون یاد بگیریم. و ایشون گفتن که چون مطمئن نبودن دوشنبه هم برنامه داشتن، با کانال یک قرار گذاشتن. گفتم خیلی خوشحالم که کانال یک از شما دعوت کرده و مایل هستم اون برنامه رو من بعداً ببینم که آقای شهرام همایون این همه مزخرفات شاه الله‌یار رو پخش میکنه و گوش میده، حالا با صحبتهای آقای لادن آیا به اصطلاح چیزی یاد میگیره یا نه. القصه بریم سراغ چند تا موضوع مهم. اولا من دوشنبه گفته بودم که چهارشنبه برنامه ندارم، ولی بعد اشتباه کردم، سه شنبه به چند نفر از دوستان از جمله خانم مینا گفتم که فردا در برنامه میگم، بعد رفتیم و سر کار و گیر افتادیم و اینها. کارهای ما هم رفتنش با خودمونه، برگشتنش با خدا، خدایی هم که نیست دیگه هیچی، میگه برگشتنش با کتاب الکاتبین. و اما نتونستیم چهارشنبه با شما باشیم، از این بابت از دوستان عزیز عذر میخواهیم و پوزش میطلبیم. و چرا میخواستم چهارشنبه با شما باشم؟ یک فیلمی رو خانم مینا ارسال کرده بودن روز دوشنبه که ما از همون روز گذاشتیم توی برنامه. فیلم نسبتاً طولانی هست، کیفیتش هم چون بیشتر دوربینایی که استفاده کردن دوربین مخفی بوده، حالا تو لباسشون یا تو قایم شده بوده یا تو کیفشون یا تو کلاه یا تو عینک، اینها کیفیت خوبی نداره، ولی اصل موضوع رو میرسونه. اصل موضوع چیه؟ آقا خانم، ما حالا چه خدا ما رو خلق کرده، چه طبیعت ما رو به وجود آورده، سیستم بدن ما گوشت نباید بخوریم، باید گیاه نوش جان کنیم و لذت ببریم. نمیدونم کی بشر تصمیم گرفت بره گوشت خار بشه، لابد از تنبلی نرفته کشاورزی کنه، گیاهی نکاشته، چیزی درو نکرده، بعد دیده اون ورتر یه سری حیوان هم مثل خود این گرسنه هستن. چون انسان دوپا در بدیها پیش رفته تر از دیگرانه، گفته خب چه بهتر که ما فعلا اینو بزنیم بکشیم تا ببینیم بعد چی میشه. اولین بار که زد و کشت و خورد دید که خوشمزه است، البته یادش نبود که چون گرسنه بوده و گشنه بوده این به نظر خوشمزه میاد، و دیگه بعد شروع کرد به کشتن این بیچاره ها و خوردنشون. و امروز به جایی رسیدیم که تبلیغا رو میبینید، تبلیغ دست و پای مرغ میکنه و گردن نمیدونم خوک میکنه و کله فلان حیوان میکنه و دم سوسمار رو اینها، و ما هم دیگه برای اون عادی شده. یک کاریکاتوری یه نفر یه جا کشیده بود، عکس های دست های بریده و پاهای بریده و سر و شکم و اینهای آدم ها رو گذاشته بود توی یخچال و حیوانات دیگر به عنوان مشتری این قصابی آمده بودند و مثلا میگفت اون پاه رو بده که کوچکتره، اون پاه رو بده که جوانتره. مثل خود ما وقتی میریم میگیم نه، این گوشت گاو پیره، گوشت گوساله رو بده و الی آخر. در صورت ما وقتی این فیلم رو دیدیم اون روز دوشنبه یا سه شنبه، آدم می رفتیم یه جایی سر کار، رفتیم سر کار و وقتی موقع شام شد رفتیم نزدیک اون هتل، یک رستوران کوچولوی نقلی بود که مال این دوستان چاینیز هست. این بیزنس های چاینیز خیلی زحمت کشن، چاینیز همون چینی های خودمون، خیلی زحمت کشن. مثلا می بینی این جلو ساندویچ فروشی و سوپرمارکت،
اون بغلش شوهرش داره کفش واکس میزنه، اون پشت مادر بزرگی داره تعمیرات خیاطی میکنه، ولی همه اینا افتخارشون اینه که دو تا سه تا بچهشون تو دانشگاه هستن، بعد از دانشگاه و بعد از مدرسه هم میان ساعتها در این مغازه ها کار میکنن، درست مثل ما ایرانی ها که افتخار میکنیم بابای من فلانی بود پول مردم رو میخورد، بابای من فلانی بود و یه کسی مثل بابای من راننده بوده، طرف خجالت میکشه که با افتخار بگه بابای من راننده بوده، بابای من کارگر بوده، بابای من مکانیک بوده، با سرما با گرما رفته کار کرده و من افتخار میکنم که نتیجه زحمات اون این بوده که بنده دو کلاس سواد داشتم، رفتم دبیر شدم، یاد دو نفر دیگه دادم و الی آخر. متاسفانه ما اینقدر میگیم فرهنگ غنی، ولی من از این فرهنگ غنی چیزی ندیدم. شما چیزی دیدین بفرمایید، تشریف بیارید بگید و با هم گوش کنید. و اما بذارید ببینیم که در دنیا چه خبره. اینجا که نگو و نپرس، کالیفرنیا دوباره آتش سوزی ها شروع شد و این بار به اصطلاح میدونید بعضی وقتا توی پارک یه نفر میخواد نمیدونم کباب درست کنه، یکی میخواد سیگار بکشه، یکی رفته کمپینگ، یه احمق دیگه ای که آمده بود اینجا یه جشنی میگیرن وقتی بچه دار هستن، وقتی حامله میشه خانمشون، به مجردی که میفهمن پسره یا دختره میان یه پارتی میگیرن به نام جندر ریویل، یعنی میگن که این بچه، بعد حالا دیگه هی شفتش میدن، هی بالون میکنن نمیدونم فلان جاشون، اون کار میکنن اینجوری، اون کار میکنن اونجوری، و تا حالا هزاران مشکل اینجوری پیدا شده که طرف هی خواسته زور بیشتری بزن. دیدید برنامه دوشنبه بود، کی بود، طرف رفته بود نامزدی کنه، به اصطلاح درخواست ازدواج کنه از دوست دخترش، رفت خودشو غرق کرد در اقیانوس و رفت، خودش که رفت هیچی، این بیچاره حالا همیشه احساس گناه میکنه. خلاصه این آتش سوزی ها این بار به وسیله این چیزایی که گفتم نبوده و گویا همین دکل های سیمای برق و این اینجا تو آمریکا خیلی افتضاح، شما وقتی میایید سر یه چهارراه که نگاه میکنی اینقدر سیم تو هوا از این ور اون ور رفته، البته به پای هندوستان نمیرسه، که آدم خندش میگیره که چجوری اینا ادعا میکنن پیشرفته ترین اندستریال کانتری، پیشرفته ترین کشور صنعتی هستن و اینجوری هستن. خلاصه گویا یکی از این دکلای برق میفته، جرقه میزنه و آتش سوزی را میفته و هزاران نفر بهشون گفتن، خیلی هاشون شب خواب بودن، بهشون گفتن باید خونه هاتون رو ترک کنید، چشمتون رو ببندید برای یه لحظه فکر کنید، نه چشمتون رو نبندید، یه لحظه فکر کنید اگه به شما بگن خونتون داره آتیش میگیره، مثلا یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه این آتیش به اینجا میرسه، چیزایی رو که واجبه جمع کنید ببرید، چی رو با خودتون میبرید؟ خیلی مهمه ها. در هر صورت کالیفرنیا اتفاقا پتیک برای من نوشته بود که اینم عکس امروز در 20 مایلی اون منطقه‌ای که ایشون زندگی میکنه، گفت آتش به این صورته. بعد سعید گفت نوشت که حالا باز تا پاییز شد به اصطلاح این آتش سوزی ها هم شروع شد. من گفتم من در چند سفری که رفته بودم کالیفرنیا هی میدیدم این ور اون ور این مزرعه و اینها سوخته، فکر میکردم یه تکنیکیه که میدونه که مزرعه رو میسوزونن، اون آتشش و سوختش و اینا میگن خاک رو بارور میکنه و به اصطلاح غنی میکنه، قوی تر میکنه. بماند ما دیدیم اینجوری اختی پرسیدیم، گفتن نه آقا اینجا بعض وقتا از خشکی و بیبارونی آتیش میگیره و هیچ کم نمیتونه کنترلش کنه. همین دیروز میگفت نمیدونم چندین هزار فایر فایتر یعنی مأمور آتش نشانی، بعد سعید دوشته بود هواپیمای 747 که هواپیمای بزرگی هست، اینا میرن از اون بالا اون موادی رو که آتش رو خاموش میکنه میپاشن، مثل پودره، مثل خاکه، شما اگه روی آتشم
همون خاکستر خودش هم ورداری بریزی خاموش میشه، چون میگن برای آتش باید مواد باشه و هوا باشه و یه چیز دیگه هم هست، سه تا عامله که آتش میگیره. میگه اینا رو اگه جدا کنی از هم آتش خاموش میشه. و اما امیدواریم که آتش هم خاموش بشه، این آتش ترامپ هم که به جان آمریکا افتاده خاموش بشه. و دوستان، حتی فاکس نیوز که ترامپ به پول، یعنی اون نظرخواهی ها، به این نظرخواهی هاش افتخار میکرد و یکی پس از دیگری هی میگو بله من اینجوری هم و اونجور هم و اینها، الان گفتن که به اصطلاح اکثریت مردمی که در این نظرخواهی شرکت کردن گفتن که باید ترامپ ایمپیچ بشه و باید آفیس رو ول کنه بره. اینجا آفیس میگن به همین دستگاه و اینهاشون. ضمناً شما میدونستید که این کاخ سفید اول اسمش کاخ سفید نبوده، یه چیز دیگه بوده. یه نفر یه اینفورمیشنی برای من بگیره بفرسه، اگه صدای من رو میشنوید، و فکر کنم در زمان جورج واشنگتن که اولی بود، نه خلاصه در زمان یکی از این رئیس جمهورا اسمشون میذارن واشنگتن. و دوستان اگر واشنگتن نیومدید حتما تشریف بیارید و حتما از این موزه ها این جاهای مهمش دیدن کنید. خود من دیروز یه جایی بودم راجع به مثلا مجسمه مارتین لوتر کینگ صحبت میکرد، اون مرد سیاه‌پوستی که رورن بود دیگه، آزادی طلب بود و کشته شد در این راه و اینها، راجع به این مجسمه میگفت و میگفت این مجسمه فقط مثل عسل روی چیز هست که مردم میبینن. میگفت اون مواد اصلیش و زیرش اون نوشته های هست، اون گفته های هست که مارتین لوتر کینگ گفته، و باید بفهمیم که چرا مثلا این مجسمه پا نداره. خیلی جالبه، من دیروز فهمیدم که میگه این مجسمه پا نداره، دلیلش اینه که یعنی این همچنان ادامه دارد و تمام نشده. ضمناً نوشتش رو گفت، الان یادم نیست، یک آقایی بود که یکی از آرشیتکت رو به ایرانی چی میگیم؟ آرشیتکت هم تو ایران میگفتیم آرشیتکت. یکی از آرشیتکت های World War II، یعنی مموریال، یعنی چی میگن؟ محل یاد بود جنگ جهانی دوم، که من یادمه وقتی میخواستن اینو بسازن خیلی با هم جر و بحث میکردن، هم از لحاظ محلش کجا باشه، هم از لحاظ چجوری و اینها. و این آقا حدود 45 دقیقه داشت توضیح میداد که چجوری تصمیم گرفتن اینجا بذارن، چجوری بنا شد، چجوری سنگاشو از چین آوردن، چجوری سنگاشو از ایتالیا آوردن، چرا این سنگ ها و اینها. و حتما بیاین ببینید، تنها موزهی که در واشنگتن من بعد از 33 سال چند هفته پیش فهمیدم پولی هست، موزهی هست به نام بایبل میوزیوم، یعنی موزه انجیل. بذارید من حالا براتون اینجا بزنم یه سری عکس هم بهتون نشون بدم. و این توی چیز نوشته بود $18، وقتی که من رفتم داخل $24 از شما میخواد که به اصطلاح شما رو را بده به داخل این موزه. گفتیم بابا با $24 شما 24,000 تا انجیل میتونی بخری. دلیلش هم اینه که انجیل مجانیه. بذارید من اینجا براتون نشون بدم یک کم، شما رو به یک سفر مجانی موزه انجیل آورده باشم. بله، plan your visit، میگه برای برنامه آیندهتون اینجا چیز کنید، get ticket، donation، فلان اینا. بذارید ما ببینیم مثلا تیکتش الان اینجا چنده. بعض وقتا روی اینترنت ارزون تر میدن. اینجا این رو کلیک کردیم، get tickets. خب حالا ببینیم که قیمتش چنده. و من واقعا تعجب کردم که $18 یا
آیا همشون میگن ساین این؟ یعنی بله adult 1999 آنلاین اونلی. ببینید پس اینجا ارزون تر میده، اینجا به شما میده 20 دلار ولی اونجا که میخرین چون یه آدمی باید نشسته باشه اون بلیتو به شما بفروشه میگه چند؟ میگه 24 دلار. میگه که آنلاین اونلی 18 پلاس. میگه که از بچه ها اینم نرخ بچه ها اونجا 12 دلار 9.99 از 7 ساله تا 17، از 18 که رفتین بالا میشه چقدر؟ میشه 20 دلار. حالا بذارید ما مثلا اینو بله، بعدم میپرسه چه روزی میخوان بیان، چه ساعتی میخوان بیان و الی آخر. بذارید برگردیم به اون قسمت اصلیش که یک کمی شما ببینین اینجا رو که نشون میده. دوباره از نو میزنم که ببینید من رفتم و 7 طبقه دوستان، 7 طبقه. من نمیدونم اینا چقدر میخوان مزخرف بگن درباره یک کتابی که نه اصله نه وجود داشته در زمان جیزس، در زمان عیسی مسیح. و میشه گفت همش دروغه، همش داستانه. اینا ما میگیم حدیث، اینا میگن هیرسه. اون گفت اینجوری بوده، اون گفت جیزس 3 روز اینجا بوده، اون گفت بردنش فلان اینا. بس از جیزس گفت که نسیه رو ول کن و نقد رو بچسب، بیاین تلویزیون مردم اینجا نقده. و اما ببینیم که دوستان چی فرستادن. این اینجا، این اینجا، حمله موشکی به نفتکش ایرانی. بله برگردیم ماجرای ترامپ. ماجرای ترامپ اینجا فاکس نیوز گفته 51% مردم، حالا تازه 2 هفته شروع شده اسم ایمپیچمنت رو آوردن و این حال و روز و قیافه و عکس های ترامپ رو شما فقط نگاه کنید. دوستانی که هنوز طرفدار ترامپ هستید، دیشب یه بحث خیلی جالبی بود، از یکی میپرسیدن خب اینا که دارن میبینن که این انقدر دروغ گفته، انقدر بد کرده و اینا، چرا حالا بر نمیگردن؟ گفت طرف روانشناس بود، گفت اینا که میان باید بگن ما احمق بودیم رفتیم سراغ این و حالا پشیمانیم، یا همینجوری وایسن و انگشتشون رو اشاره کنن به ترامپ و بگن ما با این احمق هستیم. یعنی به این وسیله میخوان همینجوری وقت بگذرونن. و میگفت که تاریخ درباره شما قضاوت میکنه. دیشب این آقای ران پال اومده و توی نمایشی هست، توی برنامه هست به نام تونایت شو، دیلی شو یا هم چیزی، جان استوارت بود، حالا تراور نوا اومده و این آقا با وجودی که ریپابلیکنه، این بهش میگو که آقا شماها بالاخره حالا ریپابلیکن هستید، وجدان و شرف و غیرت و اینها که دارید، وطن پرستی که دارید، این عملا داره این مملکت رو نابود میکنه و هی به پول من و شما هواپیمای گنده رو ور میداره، از این ور میره این ایالت، از اون ور میره اون شهر، برای سال 2020 وای میسه تبلیغ میکنه که معلوم نیست سال 2020 این تو زندان باشه، این دادگاه ها دنبالش باشن. و اما خبر خوب، 2 نفر دیگه از یاران قار جولیانی و حامیان ترامپ دیروز، نه پریروز، پریروز ساعت 6 است در همین، در همین دالاس ایرپورت اینجا دستگیر شدند و راهی زندان. جالب اینه که زور با جولیانی داشتن نهار میخوردن در رستوران ترامپ. اینا به این وسیله وقتی میبرن مهموناشو اونجا، آقا یه همبرگر میده 50 دلار، خب شما 50 دلار و 10-20 دلار هم تیپ بدی برای یه همبرگر میشه 70-80 دلار بماند. و منتظریم که آقای جولیانی را هم بگیرن بازداشت کنن. سفت و سخت نیویورک دنبال ترامپ و خانوادشه و ترامپ هم چون کسی که داره غرق میشه به هر حبابی داره دست میندازه. یادم مدت ها پیش این آقای جمال عبداللهزاده بود، کی بود که کرده و آدم
دیسنتی به نظر میرسید، آدم خوبی به نظر میرسید، من به اینا برنامه دادم، من در جشنهاشون میرفتم شرکت میکردم و اینها، و یه دفعه برای من نوشت که سوربی این آخوندها که رفتنی هن اونا رو ول کن، ترامپ رو بچسب. گفتم قربان، بنده به هیچ کس نچسبیده، نمیچسبم و نخواهم چسبید. بیچاره شما که یه روز به صدام میچسبین، یه روز به اون یکی میچسبین، یه روز به اون میچسبین و دیگه از بس چسبیدین و ول کردین چسبتون هم کم چسب شده. اونا میدونن که شما چسب خوبی ندارید و میبینید که الان چجوری در ترکیه دارن قلع و قمشون میکنن با سند رسمی و اجازه کتبی ترامپ. حالا چرا ترامپ با ترکیه اینجوریه؟ همون جوری که ترامپ دنبال این بود که در مسکو ترامپ تاور و ترامپ هتل درست کنه، برید تحقیق کنید اینایی که سعدی چقدر قشنگ گفته که این طمع رو یا خاک گور پر میکنه یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما خودمون رو قانع کردیم، فکر کنم قناعت چشمامون رو پر کردیم. بعضی ها چشماشون رو با خاک گور، چشم نمیدونم چیه طمع رو بمانه. ترامپ توی استانبول ترکیه نه یک تاور، یکیه سینگل مفرد، تاورز دوتا جمعه که دوتا تاورز میخواد بزنه، از سال 2015 هم درباره صحبت کرده و با آقای اردوغان، دوستان اردوغان کیه؟ اردوغان کسیه که به عثمانی ها، به حکومت عثمانی ها افتخار میکنه، به اینکه مملکتش هر روز مسجد توش زیاد میشه افتخار میکنه و مردم خودش رو قلقم میکنه. حالا ترامپ به این اوکی داد و گفت اگر نگرانی شما اینه که این چند تا سرباز آمریکایی تو سوریه هست نمیای کردها رو بزنی، ما اینا رو میبریم، اینا رو آورد بیرون. و همین امروز هم که با شما صحبت کنم در یکی از بازارهای شهر حمله هوایی ترکیه رفت و زد و برین عکس ها رو ببینید، یا اگر من اینجا باشه بهتون نشون میدم. نمیدونم چرا این فیسبوک اسامی شما دوستان یا اونایی که اینجا هستن رو نمینویسه. اب نداره، اینم هر روزی یه چیز جدید میشه. خب بیاین ببینیم که این حمله موشکی به نفتکش ایرانی توسط کی بوده، کجا بوده و چی شده. میگه که طبق گفته مقام‌های ایران، انفجاری در یک نفتکش ایرانی در آب‌های دریای سرخ و در منطقه‌ای واقع در 60 مایلی بندر جده عربستان سعودی صبح جمعه 19 مهر رخ داده است. زمنان امروز 19 مهر و برابر است با 11 ماه اکتبر و حالا اول آخر وسط ماه. یادتون باشه که تلویزیون مردم رو حمایت کنه. و میگه که روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران در گفتگو با خبرنگار یورو نیوز تایید کرد که انفجار احتمالاً بر اثر اصابت موشک روی داده است. این در حالی است که برخی دیگر از رسانه‌های ایران پیش از این به نقل از کارشناسان فنی مستقر بر روی نفتکش احتمال اقدام تروریستی را منتفی ندانسته بودند. این جمله منتفی و ندانسته و 6 تا منفی میاره که بگه مثبت، بگه خب پیش بینی کرده بودند، نه منتفی ندانسته بودند. نمیدونم اینا رو کی مینویسه. من و شما اگه امروز بخوام بریم ایران یه چیزی بنویسیم، باید مثل زبون اینا بنویسیم که ما نمیفهمیم یا چی. بعد میگه که طبق گزارش های منتشر شده، انفجارها آسیب جدی به دو مخزن اصلی نفتکش وارد کرده و سبب نشت نفت به دریای سرخ شدند. اما چند ساعت پس از این انفجار، طبق نوشته رسانه‌های ایران، نشت نفت به حداقل رسیده است و وضعیت
کلیه. ببخشید. بله، یکی از دلایلی که امروز ویدیو ندارم همینه که این، حالا دیگه میگم، این آلرژی یا حساسیت پاییز داره ما رو دیوانه میکنه. ببخشید، دیوانه تر، چون دیوانه که هستیم معمولا. بله، میگه نشت به حد اقل، نشت نفت به حد اقل رسیده و وضعیت کلی نفتکش در حال کنترل است. حالا بعد خبرها رو دنبال میکنیم بیشتر ببینیم چه خواهد شد. و اما بریم صفحه لایو. اول من این نوتی که اینجا دارم بنویسم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 242 آقای حسن ارشاد قسمت اول و دوم پشت سر هم پخش میشه. ضمناً درباره اون فیلمی که صحبت کردم و گفتم رفتم رستوران چینیز، وقتی رفتم عکساری که انداخته بود احساس گناه کردم که خوراک با گوشت بخورم و خوراک بدون گوشت اوردر دادم یا سفارش دادم. و خب جالب بود، هم 3 دلار ارزون تر بود، هم وقتی این خوراک رو من دادم وقتی نگاه میکنه فکر نمیکنه که داره مردخاری میکنه. این کلمه مردخوری میگن بده، حالا اونجا مردخوری یعنی افراد مفتخور اینها، ولی ما انسان ها حقیقتا مردخار شدیم. و اگر میتونید کم کنید یا ترک کنید، من دنبالش هستم. اتفاقا دیدم خانم مینا خانم یک پستی گذاشته بود که یک قصابی از کشتن این حیوانات بیگناه و بیزبان احساس گناه کرده و دست کشیده از قصابی و آمده و گیاهخوار شده، و اونم اگه پیدا کنم بهتون نشون میدم. و اما آقای چمنارا دوست خوبمون باز یک ویدیویی فرستاده، فکر کنم مال اکتبر 7 بوده، که من اینو براتون چیز میکنم، روی فیسبوک گذاشتم، روی بالاترین هست، روی توییتر هست، روی صفحه مردم تیوی گروپ هم هست. آقای چمنارا میتونم بگم تنها کسی هست که من انتقاد که میکنم ایشون ناراحت و دلخور که نمیشه هیچ، بعضی وقتا خوشحالم میشه و تشکرم میکنه. ولی امروز وقتی من این ویدیوی نیم ساعته ایشون رو دوباره نگاه کردم، براشون نوشتم که آقای چمنارا باور کنید من انقدر خندیدم که عصبانی شدم. حالا چرا؟ براتون یکی یکی میگم. آقای چمنارا روی سخنش به آقای ترامپ میگه آقای ترامپ شما بیا این قانون اساسی رو که من به اصطلاح تهیه کردم، حالا یا نوشتم یا از اینجا و اونجا پیدا کردم کپی گرفتم هرچی، این قانون اساسی رو شما بخون. برش میگم آقای، بهش میگم آقای چمنارا این مردک شالاتان دیوانه قانون اساسی آمریکا رو نخونده. والا ما روزی که رفتیم امتحان سیتیزنشیپی بدیم آمریکایی بشیم، خب از قبلش که یه سری تاریخ اینجا رو خوندیم، قوانین اینجا رو یاد گرفته بودیم، چون 4-5 سالی بود که اینجا بودیم. بله من 86 اومدم، فکر کنم 90 یا 91 سیتیزن شدم یا شهروند شدم. بعد یادمه یک کتابای کوچولو، این قانون اساسی آمریکا خیلی کوچیکه، یک کتاب کوچولو اونجا بود، گفت هر کی میخواد میتونه این چی میگن قانون اساسی، اصلا میگم کانستیتوشن ها هم میشه. بله بله، فدکس هم آمد و این هم از بله. خلاصه قانون اساسی رو داشتیم تو جیبمون، گاهی وقتی هم نگاش میکردیم، بعد اون متمماشو نگاه میکردیم، فکر کنم 20 تا یا 20 تا چند تا متمم داره. و این ترامپ عزیز برادر آقای چمنارا این قانون اساسی آمریکا رو نخونده، تازه اگه خونده باشه رعایت و اجرا نمیکنه. شما ازش انتظار داری این قانون اساسی شما رو بخونه بعد بره آخوندار محاکمه بگه طبق این قانون اساسی آقای چمنارا من میخوام شما رو ببرم به دادگاه؟ آخه این چه کاره است؟ یکم به خودمون احترام بذاریم، یکمی برای خودمون ارزش قائل بشیم. خلاصه این یه قسمتش، من اینو خط بزنم
آقای چمنارا تا حالا دو سه بار در برنامه هاشون گفتن که ما اینا رو در وبسایت کاخ سفید هم قرار دادیم. آقای چمنارا، شما که مهندس برق هستی، شما که به اصطلاح مجری و طراح این شبکه های نیروگاه و تولید کننده برق هستین، عزیز برادر، وبسایت شما که نمیتونی حتی رو وبسایت مردم تیوی چیزی قرار بدی، میتونی برای مردم تیوی نامه بنویسی، ایمیل بفرستی، شما یه عکس بگیر من ببینم این چیزای نوشته شما در کجای صفحه وایت هاوس هست. بعد اصلا حالا چه کسانی میرن از وایت هاوس ویزیت میکنن، از وبسایتش ها چه کسانی میرن اونجا بازدید میکنن که اگه تازه اونجا نوشته باشه بیان مقاله شما، ویدیو شما رو ببینن. آقا خودتون رو فریب ندهید. بعد شما باز میگید که این صدای وقتا میگفتین صدای مردمه، گفتم آقا این کار نکنید، شما خارج نشستید، صدای مردم ایران صدای شما نیست. حالا شما عوض کردی اینو، شما میگید ما ایرانیان خارج از ایران از آقای ترامپ میخواهیم. نه آقا ما نمیخواهیم، ما از ترامپ میخواهیم گورشو گم کنه بره که داره با آخوندان معامله میکنه، ما از ترامپ میخواهیم که دست و پاش جمع کنه برگرده به همون ترامپ لعنتی بیلدینگی که بوده در نیویورک. خب منم جز به این ما هستم. شما بنویس خودت، اگه آقا هرمز داداش خواهرتون، نمیدونم شوهر خواهرتون میخواد، اینا رو اسامیشون رو بنویسید. آقا بنویسید منو شوهر خواهرمو، خواهرمو، برادرمو، همسرش میخوان. اگه واقعا کسی چیزی میخواد باید با شهامت، با رشادت، با مقاومت بیاد پاش وایسه، نه اینکه من یه اعلامیه بدم مثل آقای شریعت مداری، دولت گذار، مردی که پاش لب قبره. البته خب باز خدا پدر آقای چمنارا رو بیاموزه، آقای چمنارا میگه من 73 سالمه و یعنی میگه دیگه تو این سن و سال من به فکر جاه و مقام نیستم، آفرین. ولی اونا رو شما ببینید، اونا هم اگه حتی دنبال جاه و مقام نباشن برای پول چگونه دارن خود فروشی میکنن، وطن فروشی میکنن. و شما این اطلاعات رو ندید به اشتباه. خب یه نکته خیلی خوبی که ایشون گفت، وقتی کارهای رضا پهلوی رو زیر ذره بین گذاشت، آقای چمنارا گفت این کارهایی که رضا پهلوی میکنه نشانه های خیانتکاری 16 است. خیلی قشنگ این قسمت شما درست میگی، اون ماجرای پول و 62 میلیون نه 64 میلیون، 64 میلیون و 150 میلیون و اینا خبرم درست گفتید که اگر تازه اون زمان 62 میلیون داشته و اگه اون زمان این پول داشته، الان پول سال 1978-79 شما اینا رو تو اینترنت هم فکر کنم میتونید نگاه کنید، اگه 100 میلیون داشتی الان مثل که میشه 1 بیلیون و الی آخر. حالا بازم حرف درستی زدید، گفتید آقا پولا هم حلالت، برو بخور خوش بگذرون، ولی دیگه حرف مفت نزن. خب یادتون باشه آقای چمنارا، شما که به ایشون میگه حرف مفت نزن، رتب خورده من رتب چون کند، شما هم باید حرف مفت نزنید. شما یه جایی گفتید پدر شما با رضا پهلوی یه دعوتی هم کرد، یه چلو کبابی هم خوردن، ولی اون حرف و اون جمله رو درست نگفتید، مثل خود من که خیلی از جمله ها، خیلی از مطالب رو نصفه میگم و یادم میره. لطف کنید اینو بگی، پدر شما با آقای رضا پهلوی چلو کبابی که خوردن، خب این برنامه درباره چی بوده؟ و چون من این افتخار رو داشتم که با پدر شما آشنا باشم، چند بار ایشون رو در مراسم مختلف به اصطلاح ملاقات کرده بودم، در رادیو تلویزیون دیده بودم و اینها، و ایشون انسان بسیار شریفی بود. همین که شما و آقا هرمز و خواهرتون و اینها فرزندان ایشون هستن، خب نشون میده که این وظیفه‌شو به جامعه انجام داده و به غیر از این که خودشون خدمت کردن و کار کردن، شماها هم هنوز در فکر ایران هستید، درست برعکس شاه نادان و فرزند تنبل و احمقش. خب پس شد یکی مسئله
چلو کباب پدر شما و آقای رضا پهلوی. یه جای دیگه به شوخی و خنده شما گفتید که شما دوستانی داری که این دوستان شما رفقای غار رضا پهلوی هستن و با رضا پهلوی الواتی میکنن. والا حالا من نمیخوام خیلی مته و خشخاش بذارم دوستان، آیا این کلمه الواتی این کلمه لاتیه با ت دو نقطه است، یا الواتی از اون کلمه لوات میاد؟ یکی که فارسیش بهتر از منه اینو بنویسه، بعد ببینیم که این دوستان شما با این آقا رضا الواتی میکنن، حالا چه لاتی باشه چه الواتی اون لوات باشه، کجا چه کار. و ایشون هم لابد مثل باباش که با آقای علم گویا در میرفتن، هم با خانم ها هم با آقایون، شاید ژن خوب پدرشون به ایشون هم سرایت کرده. چون اگه یادتون باشه و تاریخ خونده باشین، پدر ایشون از سوئیس سوغاتی که برای باباش آورد اون دوست پسرش بود یا شوهرش بود، پرون بود، ارنست پرون چی بود اسمش بگید. بله اینم از این. خب من درباره اون گوشتخاری و مردخاری صحبت کردم. خانم مینا خانم لطف کرده این برنامه ویدیو فیلم رو حمایت کرده و ما چند روز اینو نشون میدیم تا دوشنبه هفته آینده، یعنی از دوشنبه که من اینو گرفتم و ضبط کردم و اینها تا دوشنبه هفته آینده. و تون تلویزیون مردم خیلی سر شلوغ نیست، برنامه های زیادی اینجا نیست، من هستم و آقای ارشاد هست و یه فیلمی مثلا این فیلمه بیاد و اینها، این میبینید در عرض روز 6-7 بار پخش میشه. و اما کجاها پخش میشه؟ چون این سوالو دوستان زیادی پرسیدن، من یه بار دیگه اینجا بهتون نشون میدم. ببینید دوستان، شما وقتی میرید مردم تیوی www.mardomtv.com با این صفحه روبرو میشید. من صداشو میبندم، صدا مهم نیست، بذارید صفحه رو بهتون نشون بده. اینم چون با فایرفاکسه اون قسمت چیش لاکه که آگهی ها رو نشون بده و عکس ها رو نشون بده، اونا اصلا منظور ما نیست. بذارید من تمام این صفحه رو اینجا به شما نشون بدم که اینجوری میبینید شما مردم تیوی رو، مردم تیوی دات کام. این وبسایت ماست که از سال 2003 تا حالا هست و ما هم لنگ لنگان داریم جلو میریم. مهمترین قسمتش به غیر از این بالا اسمش این دوتاست، همیاری و دونیشن. اگه دوست داشتید این کار انجام بدید. ما هنوز این برنامه های کانون آوا رو اینجا داریم و اینجا نوشته که پخش زنده، روی این کلیک میکنید شما رو میبره به یوتیوب. ببینید الان توی یوتیوب که میاین دوباره اینجا رو کلیک میکنید، این من چون دارم برنامه زنده او رو نشون میدم، دوباره خب همینو میبینید شما. ولی نگاه کنید صدا یا صوت. ببینید الان توی یوتیوب که میاین دوباره اینجا رو کلیک میکنید. خب حالا میخوام یه چیزی به شما نشون بدم یا یه چیزی رو یادتون بدم اگه تا امروز نمیدونستید. اگه میدونستید که یاداوریه، اگه نمیدونستید خب اینو ما به شما یاد دادیم. هر وقت خواستی هم این کانال هم کانالایی که این انتخاب رو گذاشته باشن میتونید این کار رو انجام بدید. وقتی تو این صفحه هستید، بذار ببینم باید همه صفحه رو بهتون نشون بدم که اون خط رو ببینید. یک لحظه به من فرصت بدید تا عکس این صفحه رو براتون بیارم به اون صفحه. بله اینجا. خب نگاه کنید این ماوستون رو که جابجا میکنید، این یه خط قرمز میاد. این خط قرمز همون تایملاینه، یعنی خط زمانه. اولا سمت راست اینجا یه چیزی میبینید که میپره بالا، میگه سابسکرایب ناو، یعنی الان اینجا هم نوشته 2000 تا با ما هستن. و بعدش هم که میزنید یه زنگوله بغلش میاد، یه ناقوسی میاد، اون ناقوس رو بزنید کلیک کنید. و این که الان شما میبینید تصویر در تصویر در تصویر،
دلیلش اینه که مثل قانون فیزیک آینه های موازی بی نهایت تصویر شما رو نشون میدن، اینجوری. ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه، اینو الان ببینید، من این میگیرم، این آخر آخرش الانه، برش میگردونم عقبتر، مثلا اینجا ببینید آقای لادن، برش میگردونم عقبتر، همین فیلمایی که بهتون گفتم که نشون میدن چجوری این حیوانات رو تو شرایط بسیار بدی نگه میدارن، نشون میدن با چه شرایط بدی اینا رو میکشن، نشون میدن که حتی بعضی از این کارگرها تجاوز جنسی میکنن به این حیوانات. ببینید همینجور بر میگرده الان، این ببینید، من تا 9 ساعت رفتم عقب، دوباره همون فیلم ها رو میبینید، حیوانات رو چگونه این حیوانات اسیر ما بشر دوپا شدن. ببینید دوستان، وقتی ما اینو خاموش نکنیم، شما همینجوری هی میتونید اینو ببرید عقب. اینجا ببینید، یعنی 10 ساعت رفتم عقب، دوباره همون فیلم ها رو میبینید، میایم 9 ساعت عقب، اینو میبینید، همینجوری. نترسید، این ماوستون رو جابجا کنید، یعنی این یه چیزی شد که انگار شما DVD چی بهش میگن، DVR دارید، ریکوردر دارید. ببینید برنامه مال یا دوشنبه، بله فکر کنم مال دوشنبه است، میتونید الان برگردید برید ببینید. این تا موقعی که ما اینو همینجوری پشت سر هم نشون بدیم و خاموش نکرده باشیم، وقتی خاموش میکنیم روشن میکنیم، اگه نیم ساعت پیش خاموش روشن کرده باشیم، شما برمیگردید نیم ساعت، ولی من سعی میکنم بیشتر باشه که شما اگه از سربی خسته شدی برگردی یه چیز دیگر رو نگاه کنی، آقای لادن رو نگاه کنی، اگه صحبت آقای ارشاد دوست دارین اون رو بشنوید و الی آخر. این قسمتی بود که اشکال داشتن. بعضی از دوستان میپرسن آقا روی فیسبوک ما چجوری، کجا، چه کار کنیم شما رو ببینیم. ببینید دوستان، من پیشنهاد میکنم به تمام اونایی که برنامه‌ای دارن که برای پابلیک هست و اینها، اونا هم دو تا صفحه داشته باشن، یکی یه صفحه برای خودشون، این صفحه شخصی من که نوشته هم به فارسی هم به انگلیسی، اینم من به دوستان پیشنهاد میکنم، فقط اسمتون رو به فارسی ننویسید، یه نفر که الف بای فارسی نداره رو کامپیوترش و تلفنش نمیتونه شما رو پیدا کنه، یا اسمتون رو فقط به انگلیسی ننویسید، چون دوستانی هستن که ایرانی هستن، خب ما که میتونیم چرا نه از فارسی و انگلیسی اسم. این صفحه شخصی من که اینجا هم نوشته که به صفحه پروفایل من خوش آمده، این کلمه پروفایل هم یه جا استفاده میکنن برای نیمروخ، یه جا استفاده نمیدونم، ولی فیسبوک اول شروع کرد اسم همه رو گذاشت پیج، صفحه، بعد یه دفعه همه رو در به در کرد، گفت اگه شخصیه تا 5000 تا بیشتر نمیتونید دوست داشته باشید، و این پروفایل شما باید برید پیج باز کنید. پیج چیه؟ من الان میرم روی مردم تیوی، اینجا این صفحه مردم تیوی، صفحه مردم تیوی، وقتی شما میان این چیزها رو میبینید، بعد باید زحمت بکشید یکم برید پایین، الان برنامه داره زنده پخش میشه، اینجا میتونید برنامه رو ببینید، و میان پایین تر برنامه آقای انصاری قسمت پنجمش رو معرفی حزبشون رو گفتن، من دو سه تا ایراد دیدم بهشون گفتم، اولا این ویدیو اولین برنامهشون ویدیوها خوب درست بود، الان هی کم کم ایشون داره فرو میره و ویدیوها میره بالا. شما هم حتما اینجوری صبح که رانندگی میکنین صاف و راف، از که برمیگردی از سر کار میبینی آینت تنظیم نیست، صندلی تنظیم نیست، فرمونت متنظیم نیست، اینا همه به خاطر خستگیه. و یادتون باشه دوستان، میگن من و شما در عرض روز بعضی همون نیم اینچ تا یک اینچ قدمون کوتاه میشه به خاطر قدرت جاذبه زمین، و شب که میخوابیم این بر میگرده. بعضی وقتا اگر حتی بتونید پاتون رو یکم بالا نگه دارید موقع خواب میگن بهتره، ولی باید از دکترتون سوال کنید که با این شرایط شما باشه اونجوری یا نه. خلاصه میان پایین تر، به اینم میگن باز تایملاین. ببینید من مثلا قبلش اعلام کردم که امروز برنامه دارم، شما اگر حالا که اون فالو رو میزنم اینجا، اینا رو میتونید ببینید. بعد این سمت چپ نترسید، والا بلا لولو نیست بخورتتون. ببینید من اینجا
الان میدونم سعید داره میخنده میگه این سوربی با این تعریف هایی که از فیسبوک و اینا میکنه اگه فیسبوک بفهمه استخدامش میکنه. این لولو نیست. بله بیان ببینید وقتی صفحه مردم تیوی هستید که اینجا میگه مردم تیوی، یه جایی هم داریم مردم تیوی گروه، میان پایین اینجا مردم تیوی ات مردم تیوی، بعد میان هوم صفحه اصلیش قرار این باشه، بعد پست چیزایی که ما پست کردیم گذاشتیم اینجا نصب کردیم به ترتیب. به نظر من فیسبوک اشتباهی که میکنه باید به من به دیگران اجازه بده که ما بگیم کدوم صفحه رو میخوایم وقتی یکی میاد شروع بشه. بعد عکس هایی که گذاشتیم، ویدیوهایی که هست، همه اینا رو میتونید نگاه کنید. درباره خودمون نوشتیم که تلویزیون مردم چی هست، مثل اون بهبانی احمق نیومدم راجب ننه و بابام بنویسم که نمیدونم ننم طلاق گرفت، بعد ننم رو یه شوهر دیگه پیدا کرد، به خاطر اون شوهرش برای من کار پیدا کرد. آقا من سوربی هستم، یه بابا دارم، یه ننه دارم، یه مادر دارم، پدرم فوت شده، مادرم هستش، تموم شد. حالا من چی باور دارم و آمدم این تلویزیون مردم را انداختم و پشت این تلویزیون اینه، تلویزیون مردم. اولش نوشتیم به حمایت شما نیازمند است. در تلویزیون مردم باور بر این است که جنگ و کشت و کشتار به جایی نمیرسد و دنیا را بدتر از امروز خواهد کرد. تلاش ما بر این است که قدم به قدم با آموزش و آگاهی به دموکراسی و آزادی بیان برسیم. اگر شما هم با ما هم عقیده هستید لطفاً تلویزیون مردم را حمایت کنید. منتظر حمایت‌های شما هستیم. به امید روزهای بهتر. اینو مر میزنی این پیدا میشه. چرا وقت حالا نزدم. اینجا هم نوشتیم کو اگزیست یعنی با هم زندگی کردن، با هم موجود بودن، با هم وجود داشتن، از این زندگی، از این طبیعت، از این امکانات هممون استفاده کنیم. خودخواه نباشیم، خودشیفته نباشیم. مثل ترامپ ببینید چه کثافتی زده به دنیا، خودش و بچه هاش، و حالا اومده بند کرده به بچه بایدن. بله بچه بایدن اونم یه عقب افتاده ای که رفته به خاطر اینکه باباش نخست وزیر بوده، معاون رئیس جمهوری بوده، یه جایی یه حقوقی گرفته و پولی خورده. ولی خب کسی میاد این کار میکنه، توی ایرانی میگن چی؟ قابلمه به یا کفگیر. کفگیر به صافی میگه، صافی آبکش، آبکش که این همه سوراخ داره، به کفگیر میگه برو نو سوراخی. یادتون باشه آدم هم نو تا سوراخ داره، حالا من نمیدونم منظورشون اینه یا نه. بعد یعنی باید اینجوری باشه. ترامپی که مثل یک آبکش میمونه، این همه سوراخ به عنوان فساد تو زندگیشه، به بایدنی که به قول ما شیرازی یا از سومه یا کفگیره، دیگه نباید بگه این. یا یکی دیگه داریم میگه فلان چی دیگ به فلان میگه رود سیاه، و اینا همشون همینن. در هر صورت برگردیم به صفحه اصلی خودمونو، برنامه خودمونو، با شما هستیم امروز، و امروز چون آقای لادن نیست من هم زیاد به شما زحمت نمیدم و میذارم برید به کار و کاسبی و زندگیتون برسید. خب اینجا دیگه چی نوشتم؟ بله گوشتخاری و اینها رو گفتم. اندی و مکس امینی، کم کم داریم به اون برنامه اندی و مکس امینی در کالیفرنیا نزدیک میشیم. کی؟ 26 اکتبر. اجازه بدیم من این رو هم نشون بدم. به غیر از این که بین تمام برنامه های ما این آگهی اندی و مکس امینی پخش میشه، اجازه بدیم من صدا رو اینجا رو کم کنم، این آگهی رو براتون روشن کنم، بعد با هم بیایم آگهی رو ببینیم. یک لحظه اینجا باشیم و capture select area، این تریک ماوس رو هم، موشواره ما رو هم ببخشید، اگه نبخشیدم اصلا مهم نیست. و بله اینجاست، این رو هم میاریم از اول، نگاه میکنیم اینجا صداش و هم اینجوری. بله خب ببینیم که چه میشن چی میگن محل یاد بود جنگ جهانی دو. بله این چون ویدیو اون تو صفحه هنوز داره نشون داده میشه،
باید بیارم عوضش کنم. ببخشید یه لحظه اجازه بدید من این رو بله خاموش کنم که آگهی اندی به خوبی مثل خودش که انسان خوبی هست، هم حیوانات رو دوست داره، هم انسانها و آدمها رو دوست داره و هم آدمیت رو، با هم ببینیم و بشنویم. این صدا رو باز کنم دوباره، این شما و این هم اندی و مکس امینی. شنبه 26 اکتبر. Streamline World and Parish Entertainment proudly present شنبه 26 اکتبر، Seger Swim Center for the Arts Orange County. برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران، اندی. داشتن نباشه اسمم، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صداقت. اگه با عشقای گرمم مکس امینی شنبه 26 اکتبر، شنبه پرهیجان، fun, entertaining, music and comedy at the most prestigious concert hall in Orange County. Andy و Max Andy در کنار هم و فقط یک شب. بله، اگر جایی هستید که میتونید و وقت دارید برید ببینید، لذت ببرید. و اما آقای جهانگیر شادانلو چند روز پیش یک ویدیویی رو از آقای سعدی، نه اون سعدی شاعر، یک شیرازی هست نماینده مجلس و شعرم میگه، شاعرم هست و اینها. اولا بهتون یه چیزی بگم دوستان، اینایی که اهل شیرازن میدونن، ما از بس شعر شنیدیم هممون یه نیمچه شاعر هستیم. بعد هر وقت بیکار بشیم شاعریمون بیشتر میشه. من شعر رو گوش دادم، دیدم آقای سعدی خیلی با شور و هیجان یه شعری رو میگن، میخونن، دکلمه میکنن، فکل و کراوات هم زدن آمدن. برای آقای شادانلو، آقای شادانلو نشتو چرا از ایشون که همشهریت هم هست دعوت نمیکنی بیاد صحبت کنه؟ گفتم که والا اینا یه ضرب المثلی هست، میگفت تا به یکی بگی نمیدونم مثلا این چیز چند نرخشو میبره بالا، فکر میکنه خیلی طالب داره. گفتم ناز میکنن، یکی ما حوصله ناز خریدن نداریم، دو تا بعد من اصلا اینجا ننشستم که اینو اونو مجانی بیارم بهشون میکروفون بدم. هر کی میخواد میتونه بیاد صحبت کنه، حرف بزنه و پول و هزینه‌ش هم پرداخت کنه. این یکی. قسمت دومش الان براتون پخش میکنم، شما به من بگید با آقای شادانلو اگه خواستید بنویسید که آقا سربی درست میگه، یا بنویسید که نه آقا سربی درست نمیخوره، درست نمیگه. این نه چیز نشته من گوش نمیخورم، من را یاد خوردن افتادم. این آقای سعید خان دوست ما همیشه گله میکرد از من در برنامه‌ها که سربی تو چقدر حرف چلو کباب و خوراکی و اینها میزنی. خیلی خوشحالم که میگه سربی یک سال پیش تا حالا من روزانه 4 تا قرص با نسخه دکتر میخوردم، یکی برای فشار خون، یکی برای دیابت، یکی برای قند خون و کلسترول. 3 ماه بعد از اینکه مردخاری گوشتخاری را قطع کردم یکی یکی قرص ها کم شد. امروز هیچ قرصی نمیخورم چون گوشت فراورده های حیوانی را 1 سال است استفاده نمی کنم. خیلی جالبه. این مینا خانم وقتی به من گفت این فیلم رو اگه میشه نشون بدید، به من گفتن اگر یک نفر این فیلم رو که میبینه، حالا یا وجدانش یا اون شکمش اجازه بده که دیگه گوش نخوره، ایشون از این کاری که میکنه راضیه. و دوستان این فیلم رو روی فیسبوک میتونید ببینید، روی یوتیوب هم، چون من برنامه رو به صورت ادامه دار دارم همینجوری پخش میکنم، میتونید برگردین توی روی youtube.com ما یا روی مردم tv.com ببینید. ممنونم از سعید و خوشحالم که ایشون گوشتخاری رو رها کرده. ما هم از دوشنبه تصمیم گرفتیم، شاید باورتون نشه،
همین امروز من چون حال من خوب نبود کته با ماست خوردم. دیدید میگن کته کباب، ولی کته با ماست. و دیدم چقدر خوشمزه است. اولا یه بویی گرفته بود تمام این خونه، انگار که مثلا اون وقتا یادتون گرسنه بودید از تو کوچه که میمدید یه دفعه یک خونه ای داشت چی میپخش بوش میومد، شما دلتون قش میرم، یک بوی این برنج باسمتی ارزون کاسکو را انداخته بود که نگو و نپرس. وقتی هم خواستم بخورم گفتن که هنوز خورش آذر نشد. گفتم من خورش نمیخوام، همین ماست میخورم. آقا خانم خورش بیگوش درست کنید. شما یه وقت گوشت رو برداری ببینید بدون این ادویه و بدون نمک و بدون فلفل و بدون سسای مختلف که بهش میزنید چه مزه‌ای میده. خب اینا رو خورش بیگوش درست کنید بخورید. والا ما چون فقیر بودیم خیلی وقتا خورش بیگوش میخوردیم، شاید هم یک کمی هنوز این سالمیم همینقدر، برای همینه. بماند دوستان عزیز، ساعت 2:55 است. من ها میخوام این آقای شادانلو چون لطف کرده گفته و پرسیده، ما به افتخار ایشون این چیزو پخش کنیم، شعر آقای سعدی رو، نه اون سعدی شاعر، این شعله سعدی، و ببینیم شما هم با ما هم عقیده هستید. خب شعر قشنگه، شعر زیباست، ولی که چی؟ اینه آقای شعله سعدی. حالا ایشون از ما که تو آمریکا هستیم خوش تیپتر، خوش لباستر، و اینه دیگه. یادتونه آقای شعله سعدی رو چند بار گرفتن، دستگیر کردن اینها، و نماینده مجلس بود، نمیدونم هنوزم نماینده مجلس هست یا نه. اینم از این بشنوید. من تو را آزاد میخواهم وطن، من تو را سرزنده و آباد میخواهم وطن، فارغ از آیین استبداد میخواهم وطن، از سکوت شهروندان بر لب آمد جان من، از سکوت شهروندان بر لب آمد جان من، در گلوی مردمت فریاد میخواهم وطن. خب دوستان ببخشید، میدونم خیلی از شما گله میکنید که من چرا صحبت مردم رو قطع میکنم یا پیام به تلفن ها رو قطع میکنم، ولی شما همینجا فکر کنید این آقا وطن رو آزاد میخواهد، از سکوت مردم دلخوره، تا حالا هیچ حرفی از حکومت نیست، از مردم ناراحته، مردمی که زیر تیغ حکومت جلادی آخوند باید چند جا کار کنن تا خرج زندگیشون در بیاد، تازه این آقا که نماینده مردمه یا نماینده مردم بوده نشسته فکل و کراوات و دو هفته شعر گفته، وزن و قافیه و اینا همه رو جور کرده، سبک سنگین کرده، از مردم شاکیه، از شهروندان شاکیه. یا علی مدد برو جلو. در راه آزادیت خونهای بسیاری بریخت، چون کنم آخر تو را آزاد میخواهم وطن، شادی و شور و شعف بیگانه با ما شد، دریغ من ولی این مردمان را شاد میخواهم وطن، عشق چون باشد گناه در مذهب روحانیون، عشق چون باشد گناه در مذهب روحانیون، جمله چون شیرین و چون فرهاد میخواهم وطن، گرچه طوفان خزان بر باغ میهن زد ولی. بله متاسفانه قطع شد تا همینجا. حالا خب دیگه شما خود دنبالش میتونی کامل کنی. مثلا من میشستم میگم که من هم پولی هنگفت میخواهم وطن، گرچه این آخوند بی پدر پولها را خورد،
ولی ای هموطن آقا خانم، شما نماینده مردم شیراز بودی، یه قسمت از مردم رو می آوردی تو خیابون، حقشون رو می گرفتی. با فکل کراوات که این کارا کار نمیشه که. در صورت من اینجوری نوشتم که من ایشون رو ندیدم، دو سه بار خبرش بود که دستگیر شده و آزاد شده و فلان شده و اینها، بعدم حالا هم که دیگه نشستن شعر میگن. از آقای شادانلو پرسیدم ایشون برنامهش چیه از این هموطنانی که دلخوره، مثلا من از سعید دلخورم، میگم سعید تو این همه سال بلند نشدی بیای واشنگتن منو ببینی. خب میگم دیگه. بعدم سعید میگه خب آقا تو هم در بلند نشدی بیای اینجا منو ببینی، تکلیفمون معلوم میشه. من وطن آزاد گرچه دل شاد نیستن، ولی من شاد میخواهم. اوکی آقا، موفق باش، امیدوارم که هم شما شاد بشی، هم وطن آزاد بشه، هم آخوندها آدم بشن. چی بگه آدم به خدا، میمونه اصلا میمونه. اون مردی که شریعت مداری و یه مش از خودش عقب افتاده تر اون وقت. این دوست ما آقای سهراب چمنارا با این برنامه‌های هفتگی و ویدیو و خرج و وقت و اینها، یه وقت تا یه مدتی که نامه مینوشت برای آقای رضا پهلوی، بهش میگم آقا این آدم نیست. حالا تازه ایشون فهمیده رضا پهلوی آدم نیست، مرد عمل نیست، نامه مینویسه برای ترامپ. بدترش کردی که آقای چمنارا. در هر صورت دوستان عزیز، این برنامه ما هست، شما هم میتونید برنامه خودتون رو در تلویزیون مردم داشته باشید، از هر فکر و عقیده و دین و مذهبی که باشید. و امیدوارم که آقای لادن هم لینک برنامه شون رو با شهرام همایون بفرستن، ما هم اینجا پخش میکنیم، یا همون جوری که دوستان در اندیشکده اون ویدیوها رو درست میکنن و میفرستن، ما روی فیسبوک، روی بالاترین، روی توییتر، روی فیسبوک گروه مردم، گروه مردم تیوی گروه نصب میکنیم یا پست میکنیم. هر کدومش نصب فارسیه، پست انگلیسیشه. دوستان عزیز، همینجا از شما خداحافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم دوشنبه هم باشم، هم زنده، هم available میشه در دست بود، در دسترس بودن، وقت داشتن تا با شما باشم. اگر شما هم ویدیوی دوست دارین پخش بشه، مثل خانم مینا خانم، و ایشون برای من نوشت که چقدر به اصطلاح آهان آقای خورسندی، من حالا دیدم با اینکه برنامه شما را میدیدم، برنامه شما داغ و داغ میچسبه. فرهاد زمانیان یه مدت نبودی، بهتر چی بهتر خانم، من اصلا نوشته های شما را دوستان نمیدیدم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده تو این صفحه. حالا یه دفعه تو این صفحه دیدم آقای مانی خورسندی که نوشته در زم سربی فیسبوک را نمیبیند، سربی انتقادت به جا نیست. بنویس آقا راجع به چی، حالا که شما اگه هستید هنوز، من برنامه رو تا 15 دقیقه تا 12 دقیقه دیگه میرم و ببینم در مورد چی، چه انتقادی رو شما دوست ندارید یا انتقاد من غلط هست. اینجا مثل که میشه بنویسیم، منم برای شما مینویسم 1111 که ببینید اینجا نوشته منم میاد. بله، این صفحه سربی هم هست، اون برم صفحه سربیه، ولی اون یکی نشون نمیداد که مثل هر روز بتونم بخونم و اینا. بذارید حالا اینجا من بنویسم کامنت 1111 رو اینجا بذارم ببینم. حالا اومد. آقای سهراب چمنارام اینجا بوده، بیاران چه داریز مردی و زور، واه واه چه خبرهای بوده. آه خیلی ممنون. آقای خورسندی نوشته چشم تنگ مردم طماع را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خیلی ممنون آقای سربی، گفتم از طریق وبسایت کاخ سفید ایمیل فرستادم. ببینید آقای چمنارا، شما میتونید بگید من به مردم تیوی ایمیل فرستادم. خب دیگه همه میدونن که از طریق کانتکت یا از طریق ایمیلشون فرستادید، ولی شما برید نگاه کنید، خودتون گفتید که من یک فیسبوکی هم وایت هاوس داره، روی اون فیسبوک اینجور و اونجور. اگه من اشتباه کردم برای من بفرستین، من در برنامه آینده از مردم عذرخواهی میکنم.
آقای چمنارا همچنین لطف کردن نوشتن که آرشیتکت به ایرانی میشه معمار. خیلی ممنون، شما کاملا درست میگید. بعد میگن که آقای رحیم نگهبان که گاهی وقتی با ما همفازه، گاهی وقتی یه دو فاز یا جلو میفته یا عقب میفته. و دوستان یادتون باشه آقای چیز اینو کاملا خوب میدونن، مخصوصا چون تو نیروگاه و جنراتورها و اینا هستن آقای چمنارا، در کار بر و اینها این همفاز بودن خیلی مهمه. و اصلا ما یه دستگاهی داشتیم که ساده ترینش لامپ آزمایشه. دو تا لامپ شما میذاری و وقتی میخوای جنراتور رو کوپل کنی، تو ایران میگفتن کوپل، یعنی کاپلینگ اینجاست، بیاری رو مدار یا برق منطقه رو بیاری، اینها باید اینها با هم همفاز باشن، هم جهت باشن، و الا حتی همون آر با آر جرقه میزنه. اینا رو حالا دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدیم، آر اس تی و فلان اینها بماند. من با این آقای رحیم نگهبان که هم اسم داداش من هم هست، گاهی وقتی همفاز میشم گاهی وقتی جرقه میزنیم. میگه درود جناب سربی گرامی، درست شعر آن شنیدستی که در اقصای قور منطقه در افغانستان، یار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تراملی هم در ره نگذار. ترامپ علی هم دره نریده نگذاشته است. شما کاملا درست میگی، امروز من باید یه دونه قلب برات بفرستم. و تا مانی خورسندی میگه تا، منظورتون اون الواتیه نه؟ اون الواتی یعنی چی؟ خیلی نزدیک با اون کلمه لوات، چون من فکر میکردم این کلمه الواتی با ته دو نقطه از همون لاتی میاد، ولی اگر با تا دسته دار باشه این دستشو باید یه کاریش بکنی. خب میگه که سعید میگه ترامپس اولدر تریک دایورت اتنشن فرام هیم، میگه که نظرها رو از خودش منحرف میکنه به یه جای دیگه. بافرید، داری دقیقا همین کارو میکنی. میگه که خانم جیلانی، دکتر جیلانی عزیز که قراره با ایشون یه مصاحبه کنم، خانم جیلانی از به مجرد اینکه برنامه‌ام مرتب بشه احتمالاً از هفته دیگه برمیگردم به همون اسکجول یا برنامه قبلی، خوشحال میشم که در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز، خانم بهیه جیلانی به غیر از اینکه دکتر هستن، جامعه شناس هستن، در کارهای سیاسی هم فعال هستن و من این افتخار رو داشتم در چند ساعتی که در فرانسه بودم، با اتفاق همسرمون رفتیم منزل ایشون و اون هندونه رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم. دیدم، شاهد بودم که چندین نفرم آمدند و رفتند و صحبتهایی کردند، ولی متاسفانه من حرکتی از این جنبش ها نمیبینم، بیشتر به صورت وقت تلف کردنه. امیدوارم که یه روز خانم جیلانی به من و شماها بگه که چه جنبشی رو قبول دارین، چه فردی رو قبول دارن، تا ما میدونید که فقط اسلام و مذهب نیست که شما میری به یه نفر اقتدا میکنی یا دنبال روی اون میشی، در کار سیاسی هم همینه. شما که نماینده مجلس انتخاب میکنی برای که اون فکر میکنی هم فکرته، یا کلک بهت زده نشون داده هم فکرته، همچی که انتخابش میکنی میره مثل تیر از کمان در میره و کارایی میکنه که اصلا با شما 180 درجه مخالفه. این آقا، من زندان بودم، آمدن زندان، یک گروه کمیسیون اصل 90 آن روز باد به گلو داشت نماینده مجلس. ببینید، شعله سعدی وکیل دادگستری است. خانم جیلانی میگه من زندان بودم، گروه اصل 90. اصل 90 چیه در ایران؟ آن روز آمدند و این آقا هم باد به گلو داشت نماینده مجلس. خب خانم جیلانی عزیز، شما که چند تا خیابون اون طرف تر از آقای شادانلو هستید، به آقای شادانلو بگید که خمینی با وجودی که شاعر بود و شعر میگفت، میدونست اگه شعراشو بفرسته ایران مردم میگن آقا این بیکاره که نشسته شعر میگه، شعراشو هیچ وقت منتشر نکرد. تا روزی که مرد خانوادهش این شعرها رو دادن بیرون و برید ببینید چه شعرهایی نوشته. و آقای زمانیان، منم به شما سلام میکنم، خیلی خوشحالم که این صفحه برگشت و درست شد و
با اینکه برنامه شما رو میدیدم برنامه شما داغ و داغ میچسبه. خیلی ممنون سوربی، انتقادت به جا نیست، نگفتی کجا رو میگیم انتقاد به جا نیست، بهتر که بیشتر شعر را پخش نکردی. من میخواستم پخش کنم، انقدری که آقای جهان شادانلو فرستاده بود اینجوری شد. بله آها، ایشون میگه شعله سعدی کارش رو درست انجام داده. خب آقا شما میتونید پیروش باشید، برنامهش چیه؟ آقای مانی خورسندی، آقای شعله سعدی برنامهش چیه؟ حمایتش کنید، تقویتش کنید، کمک براش بفرستید. به حسن شریعت مداری میگوین بچه سقا. من ایشون رو دو بار اینجا دیدم تو همین نشستایی که همه میان بیکارن. ببخشید باور کنید من دیدم اون میاد با خواهر اون لاس میزنه، اون میاد من دونم دنبال زن اونه، اون میاد شعر از همین شاعر بگی بذارید نگم. بله میگه کار دیگری از ایشان بر نمی آید، ایشان از روز اول فریادشون رو از بی‌عدالتی آخوندها زد ولی کسی همراهش نبود. آقای خورسندی، یعنی شما میگید مردم همراه کسی که دنبال عدالت هستن نیستن؟ خب آقا این مردم با ظالمن، اگه این مردم با ظالمن من و شما برای ظالم داریم چی کار میکنیم؟ من و شما چرا نشستیم تو خارج داریم حرص مردم ظالم رو میخوریم که خودشون به خودشون ظلم میکنن؟ بله من و شما یه معتادی که میبینیم دلمون براش میسوزه، ولی شما حاضری خرج شهریه بچتو، خرج شهریه نوتو ببری بده به یه معتاد، اونم معتادی که دو بار سه بار بردی ترکش دادی باز نه دیگه، یه جا گیوپ میکنی میگه آقا ولش کن. بعد میرسیم به اون جایی که طرف میگه که آقا مردم لیاقت اون حکومتی رو دارن که بهشون حکومت میکنه. عجب ماجرایی شد. ما امروز میخواستیم چون آقای لادن نتونستن بیان برنامه رو چیز کنیم که این اشکال پیش اومد، ولی این اشکال باعث شد که بیشتر با شما باشم. کمیسیون اصل 90 مخصوص رسیدگی به زندانها بودن. خب حالا شما به ما بگی بعد از اینکه ایشون آمد چه تغییری در حال زندانی ها اتفاق افتاد؟ چون ما میدونیم که آقای منوچهر گنجی هم، دکتر منوچهر گنجی وقتی که اینجا توی سازمان ملل بود و اینها یه گروه هایی رو آورد و زندان ها و اینها و حقیقتا یه تغییراتی داده شد. البته بعد بعضی ها میگن همون تغییرات آزادی باعث انقلاب شد. خب حالا ببینیم آقای شعله سعدی هم تونسته این کار انجام بده، کمیسیون 90 تونسته این کار انجام بده. خانم جیلانی چند سال پیش شما زندان بودی؟ چرا هیچ اتفاقی نیفتاده؟ هنوز بچه های مردم هنوز جوان ها رو میگیرن، هنوز مردم رو میگیرن، هنوز هر کی حرف میزنه میگیرن و هیچ قانونی درست اجرا نمیشه. و آقای خورسندی هم میگه مردم نیستن. خب مردم نیستن، شعله سعدی هم میشینه میگه که خسته هستم از این مردم. خب خسته هستی برو یه مردم دیگه پیدا کن. بله میگه من یک مصاحبه افشاگرانه نیاز دارم که 11 سال پیش چه گفتم و امروز همه به حرفای من رسیدن. خانم دوشنبه با شما، نه بذار بهتون فیسبوک میفرستم چون دوشنبه یه جای دیگه فرستادم. ما اینجوریه یه جوابی میفرستن میگن کی این جواب انجام میده، بعد من مثلا میگم من، میبینید 4 نفر دیگه هم گفتن من، اونی که اونجاست به ما میگن هر کی زودتر آمد جوابو میدیم به اون، شغل و اون کارو میدیم به اون. حالا دیگه نمیدونیم واقعا همین جوریه یا پارتی بازی میکنن. ما حالا ببینیم دوشنبه اگر چیز نشد اون به اصطلاح با شما خواهیم بود، چون دوشنبه هم مردم بعد از اینکه شنبه و یک شنبه رفتن مهمونی و پارک و اینها دوست دارن بیان از اخبار و از جریانات با اطلاع بشن. خیلی ممنون. میگن که زندان توحید را بستن و این کار اصل 90 بود. حالا زندان توحید بد بود، اینقدر بد بود که بستنش، یا یه زندانی هم که خوب بود بستنش؟ این هم برای ما توضیح بدید. آقای خورسندی میگه مردم ما اصله روی شقیقه شون هست، برای همین جرأت ندارن کاری کنن. کسانی که کاری کردن در زندانند. حالا زندان توحید را بستن. بله اینم از این. دستات دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که این تونستیم برگردیم این چیزای فیسبوک رو ببینیم و بخونیم و اینها. و خب آقای خورسندی شما میگی مردم اسلحه روی شقیقه شونه، پس باید من به شما بگم انتظار آقای شعله سعدی از مردم بی خوده.
آقای شعله سعدی مردم رو در درون ایران درک نمی کنه. آقای رحیم نگهبان، شما که در ایران هستی، در شیراز هستی، شمایی که خارج بودی، همین آمریکا بودی، واقعا اینجوریه؟ مردم ما روی شقیقه شون اسلحه هست؟ اگه اسلحه هست چجوری یه دفعه میبینیم برادر مسیح علی نژاد میاد اونجوری، اون دختر جوان میاد اونجوری؟ اینا خبر خوب، یه خبر خوب دارم که پنج شنبه گویا بالاخره خانم ها تونستن برن بازی های فوتبال رو ببینن و من حقیقتش هنوز از خودم میپرسم مگه پنج شنبه ها هم میرن فوتبال بازی میکنن؟ حالا احیانا بذارید اینجا یه نفر پیام گذاشته، حالا ما پخش میکنیم، امیدواریم که آدم بوده باشه و ببینیم چی میگه. خب گفت که این هم هنر نزد ایرانیان است و بس. طرف زنگ میزنه به برنامه، بعد صدای برنامه خود ما رو میزنه. من از این 13 ثانیه گوش دادم، فکر کردم حالا طرف میخواد صدا رو کم کنه. آخه از خودش این انسان باید بپرسه. من وقتی میخوام به مادرم زنگ بزنم، اول کاری که میکنم صدای رادیو کم میکنم، صدای تلویزیون کم میکنم، به پدرم میگم ساکت باش، بعد با اون صحبت میکنم. ما چه اینا رو یاد میگیریم؟ بمانه خانم جیلانی توضیح میدن، کمیته مرکزی زمان شاه بود خوفناکترین زندان تهران برای توده‌ها بود و بوی مرگ میداد و هر که آنجا میرفت معمولا بر نمیگشت و من 4 ماه و نیم آنجا انفرادی بودم. بله این هم ننگ بر البته خانم جیلانی دیداری داشت با خانم فرح دیبا و برای من خیلی عجیب بود. البته خود من مثلا با جورج بوش حتی گفتم اگه هیتلرم زنده بشه باش عکس میگیرم، دیداری داشته باشم، تا اینا رو به عنوان آدمایی که در تاریخ بودن و اینها سرنوشت زندگی، سرنوشت یک مردمی رو عوض کردن. این خانم فرح دیبا به مردم ایران خیلی خیانت کرده. یعنی کسی که اونجوری آزاد بوده در فرانسه و اونجوری نفوذ داشته رو شاه و بره و اینجوری یه دفعه شاه بیاد زندان اوین بسازه، زندان‌های دیگر بسازه و اینها، این بزرگترین خیانتی بود که به ایران و ایرانی شد. و این خانم فکر کنم طبیعت گذاشته عمر کنه که همینجوری هر روز داغ بچه هاش یادآورش بشه و اینا، چون هیچ چیزی بدتر از این نیست که کسی فرزندش رو از دست داده باشه. خب خانم دیبا مردم هستن؟ نه 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 خانم، اصلا خانم دیبا مردم نیست، با شما مخالفم. خانم دیبا هر وقت ازش مسئولیت بخوای، این تو خانواده شونه میگن ما مردمیم، هر وقت که جایی باشه از شهبانو بودنش از اینها بتونه استفاده و سوء استفاده کنه، دفنیتلی حتما با من و شما به عنوان مردم نیست. ولی بله آقای خورسندی هم میگه که براندازی شاه کار فرح بود. خیلی ممنون دوستان، ما قرار بود امروز 60 دقیقه با شما باشیم، 78 دقیقه با شما بودیم، از بودن با شما لذت بردیم، امیدواریم شما هم از تلویزیون مردم لذت ببرید، تلویزیون مردم و برنامه سربی با مردم و برنامه های دیگر رو به دوستان هم معرفی کنید و خودتونم بتونید اینجا برنامه داشته باشید. آقای بها ابهری یه بار آمدن برنامه گذاشتن، گفتن که کار بسیار مشکلی هست. گفت و میگی که خیلی ساده است. گفتیم که کار نیکو کردن است، پر کردن است. آمریکاییان میگن که چی؟ Practice make it perfect. یعنی تمرین کنید عالی میشین. آقای خورسندی روز روزگارت خوش، سلام من رو به داداشت برسون و امیدواریم یه روزی یا شما رو اینجا ببینیم یا در کانادا. دوستان عزیز آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. درباره گوشتخاری هم کمی فکر کنید، ببینید اون نقرس چرا مرض پولدارا، برای که فقیرا نمیتونن گوشت بخورن، ولی پولدارا که گوشت میخورن نقرس، نمیدونم همین دیابت، همون مرض کلسترول، نمیدونم همه اینها رو چیز میکنه. و امیدوار باشیم
آرزو کنیم که بتونیم از این عادت زشتی که طی سالها یا طی قرون هزارها به ما انسانها به ارث رسیده بتونیم به سادگی بذاریم کنار و زندگی سالمتری رو در پیش داشته باشیم. خانم مینا خانم هم اگر دوست داشته باشن میتونن ویدیوهایی رو خودشون درست کنن یا ویدیوهای کوتاهتری رو ارسال کنن. و بهتون گفتم اون بنده خدا، اون دختر بهایی که رفت توی یاهو و چند نفر رو کشت، این هم در تلویزیون ما و هم در تلویزیون ای‌تو برنامه‌ای رو درست میکرد میفرستاد در رابطه با گوشتخواری و اینها، گیاهخواری، ویگن بودن و اینها. و کسی که به مردم پیشنهاد میکرد شما حتی تخم مرغ نخورید، شیر نخورید، چون این گاو و یه جوری اذیت میکنن که شیر رو ازش میگیرن، تخم مرغ رو برای شب و روز مصنوعی درست میکنن اینها، یه دفعه چجوری همین انسان بلند میشه اسلحه و همی داره و میره آدمای بیگناه رو میکشه. البته پدرش گفته بود که این اختلال روانی داشته و پلیس به موقع چیز نبوده. بله خب دوستونم اینجاست، میگه که وجدان بیدار شده یک قصاب. این همون بود که دوستان بهتون گفتم، گفتم براتون میخونم یا نشون میدم. اینه، میگن که من وجدان بیدار شده یک قصاب، من از یک قصاب حرفه‌ای تبدیل به ویگن گیاهخوار شدم. ویگن میدونید که یه درجه از گیاهخوارها به اصطلاح جلوترن و اونا محصولات حیوانی هم نمیخورن. محصولات حیوانی چیه؟ همین شیر و تخم مرغ و اینها. حالا میگم خانم مینا خانم اگه بتونه اینو هفته دو دقیقه سه دقیقه خودشون صحبت کنن، حتی پیام بذارید من پیامتون پخش میکنم و فکر کنم موثر باشه. میگن که من، این قصابه میگه، من آنقدر حیوانات رو در زندگیم سلاخی کردم که همه شما نمیتوانید در زندگی تصور کنید. وقتی 4 سال پیش یک اسبی به ذبح اضطراری آمد، خدا را گواه میدهم که گریه کرد. اولش فکر کردم که این زجه صدای او از وزش باد است. در همان زمان گوساله‌ای نیز آوردن، او کاملا دوستانه و دوست داشتنی بود و مثل همه بچه‌ها بازیگوش بود، میخواست بازی کند. مثل سگ دمش را تکان میداد و من را میلیسید، اما من میبایستی به پیش اسب برمیگشتم که باز هم گریه میکرد و احساس کردم اسب دقیقا میداند که چه چیزی در انتظار اوست. من هم بلافاصله دستگاه شلیک‌کن کشتارگاه را از دست رئیسم گذاشتم و گفتم که من به این جنایت ها خاتمه میدم. من دیگر حیوانات را نمیکشم، دیگر حیوانات را نمیخورم و نمیخواهم بخشی از این نوع جامعه باشم و به دورو بودنم خاتمه میدهم. در خانه گربه و سگ داشته باشم، اما هر روز یک حیوان مرده در بشقاب غذایم. ویگن بشوید و دوست و یاور ما در زمین باشد. حالا بذارید من بازم یادم رو بهتون میگم. وقتی که اون خوراک من اون شب اوردر دادم یا سفارش دادم و این خانم چینیزی که نمیتونم بگم همسن مادر من بود، مثلا خواهر بزرگ من باشه، رفت و وایساد اینو درست کرد و آورد و اینها، باور کنید من دلم نیومد این خوراکو بخورم قبل از اینکه از عکس نگیرم و عکس گرفتم. و سعی میکنم دوشنبه اینا ردیف کنم، دوشنبه برنامه داشته باشم نشونتون بدم. و وقتی خوردم دیدم اصلا مزهش برای من فرقی نمیکنه با اونی که با گوشت و سوی ساس و فلان اینا همین مزه رو درست میکنن. در حقیقت این یه عادته، همون که میگن معتاد شدیم باید ترک اعتیاد کنیم. ولی برای ترک اعتیاد یادمه که یکی از دوستای ما که در کار رادیو تلویزیونم بود یه دفعه از این وری رفت دکتر، وقتی که یه اشکالی براش پیش آمده بود گفته بود شما نمیتونید به سرعت این رو ترک کنید، باید افرادی مثل مینا خانم به ما آموزش بدن، افراد دیگه‌ای که واردترن، یا فیلمی اگه در این مورد هست که مورد تایید ایشونه اون فیلم ها رو ما پخش کنیم آموزش بدن. همونجوری که یه معتاد وقتی میخوان ترک سیگار بدن یه پچی، یه چسبایی میچسبونن از طریق پوست نیکوتین میرسه و این نیکوتین رو هی کم میکنن تا روزی هیچ بشه. تا
توی ایران این معتادا رو وقتی می‌خواستن ترک بدن یک دوایی درست می‌کردن که شیره بود، اصلا شیره تریاک که از تریاک قوی‌تر و اینها، ولی این میگفت مثلا روزی یه قاشق شما بخور، به جای این روزی قاشق یه قاشق آب می‌ریختی، خیلی طولانی این ترک می‌کرد، ولی به اصطلاح آخرش می‌دید داره آب می‌خوره. و امیدوارم بتونیم با کمک یک دیگر این به اصطلاح مشکل موزل رو هم حل کنیم. باز هم از شما ممنون و متشکرم. دیگه این بار شد سه بار گفت تا سه نشه بازی نشه، این بار واقعا باید برم. به امید دیدار شما، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش.